بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره اخلاص بیان توحید الله سبحانه و تعالی و پاک بودن او از پدر فرزند و شریک و مانند سوره اخلاص سوره است که در مکه نازل شده است و این سوره از صفات های الله سبحانه و تعالی سخن میکند و تمام صفات های پروردگار کامل است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد بگو الله یگانه است یعنی ای پیامبر بگو که الله سبحانه و تعالی پروردگار است که در الوهیت یگانه است و کسی شریک او نیست او در ذات نامها صفتهایش یکتا است هیچ یک از مخلوقات با او مانندی ندارد الله سبحانه و تعالی بزرگیش و جمالش یگانه است الله صمد الله بی نیاز است الله تعالی پروردگار یگانه است که مخلوقات برای برآورده شدن نیازهای خودشان به او باز میکردند. او سید و صاحب اختیار همه چیزهاست و اختیار کامل مخصوص او است و از نیز شدن بندگان او باقی است. به تعام نیاز ندارد و او را خواب و غفلت فرا نمیگیرد. یلد و لم یولد ولم یکن له کفوا احد نه زاده و نه زاده شده است یعنی از داشتن همسر پدر و فرزندان پاک است از وجود کسی پیدا نشده است و کسی را از وجودش بیرون نآورده است کسی را نزاده تا میراث برده شود و کسی هم زاده نشده است تا به وی شریک آورده شود بنابراین الله سبحانه و تعالی به کسی نیاز ندارد بلکه همه به او نیازمندند و هیچ کس همتای او نیست یعنی هیچ کس مانند و شبیه او نیست در ذات نامها صفتها و فعلها همتای ندارد و در ربوبیت و الوهیتش تنها و یگانه است